عزیز دلم چقدر خوشگله، خدا حفظش کنه. خیلی ممنونم. میگن مامان بزرگ شدن خوبه نه؟ نمیدونم، هنوز حس نکردم، آخه هنوز خیلی کوچولوه. وقتی بزرگ شد از سر و کولت میره بالا. مامان بزرگ میذاری بپرم بغلت؟ نه نمیشه. داروهاتون خانم. ممنونم. مراد بلند شو، کارت خیلی زشته. باشه، معذرت میخوام. نمیتونی صبر کنی؟ من میرم آشپزخونه ببینم چی دارن درست میکنن. مراد کلن یا به غذا فکر میکنه یا به کادو. بذار راحت باشه، مگه چی کار کرده؟ تو جمع ما حوصله‌اش سر میره. مهندم نیومد، اینجوری بد میگذره. درسته، اون کجاست؟ نمیدونم، میخواست بیاد ولی خدا کنه نظرش عوض نکرده باشه. شاید یه جایی بهتری دعوت شده، مگه نه؟ نه، اون به ما قول داده بود، مگه نیاد باهاش قهر میکنم. راستی از وزارت کار اومدن؟ بله، جمعه ساعت 9 صبح جلسه داریم. خیلی زوده، چجوری میخواین خودتون رو برسونیم؟ فردا بعد از ظهر حرکت میکنیم. خوبه. به هر حال من و مراد هنوز تعطیلیم، همینجا میمونیم. ولی من برمیگردم، یکم کار دارم. فکرشم نکن، نمیذارم برگردین. عدنان که کارش تموم شد برمیگرده شما رو میبره. باشه، مزاحم میشیم. بابا جان یه زنگ به مهنت بزنی؟ فکر کنم الان تو راه، یکم دیگه صبر میکنی. بیا بریم از راه رو بهت نشون بدم. صبر کن اول فریدو بخوابونم. بده باباش زحمتشو بکشه، تو یکم استراحت کن. آره عزیزم، کوچولو رو بده به من، تو برو یکم هوا بخور. اتاقتون آماده است، اگه خسته این برین یکم استراحت کنین. بیا عزیز دل بابایی. لباس گرم بپوشید. باشه، بیا زود بریم تو بیدار نشده. من میرم پیش لمیز خانم. خیلی قشنگه، آدم اینجا یه هوای تازه میخوره. چقدر زمین بزرگیه، خیلی باصفاست. دنبال یه بهونه بودی که بیای بیرون، درسته؟ دوباره تو و عدنان دعواتون شد؟ اگه بفهمی چی شده سکته میکنی. اون برگ قرمزه برام دردسر درست کرد. کدوم برگه؟ نامی که مهند، همون که برای تو نوشته بود. مگه تو ننداختیش دور؟ همه چی رو ریختم دور، ولی اون نامه تو جیبم جا موند. نه، عدنانم اتفاقی دیدش. نگو که فکر کرده برای تو نوشته. دقیقا. وای دست تو سمر، خب بعدش چی شد؟ دیوونه شده بود، نمیدونست داری چی کار میکنه، پری تو صورت مهند و گفت این چیه. باورم نمیشه. البته منم داستانو بزرگ کردم، داد زدم و گفتم چطور میتونی اینطوری فکر کنی. حالا همه چی روشن شده، ولی من و مهند هنوز دلگیری. خیلی خجالت کشیدیم. عدنان تقصیری نداره، اگه نهادم جای اون بود همین کارو میکرد. میبینی برای اینکه نهاد نامه رو نبینه همه چی افتاد گردن من. اوف، من واقعا شرمندم، آبروم جلوی عدنان رفت. مهندم به خاطر همین نیومد؟ شاید. ولی آخه چرا ننداختیش دور؟ خب چی کار کنم، یادم رفت اون روز نمیخواستم مامان چیزی بدونه، به خاطر همین گذاشتمش تو جیبم. اصلا تو چرا نگهش داشته بودی؟ اونم جلوی یه چشم تو کشو. اگه نهاد پیداش میکرد میخواستی چی بگی؟ اوه خدا ساکت شو. وقتی با نهاد آشنا شدی گفتی عاشق شدی و مهند رو فراموش کردی، پس چرا اونا رو نگه داشتی احمق؟ چرا به من میگی احمق؟ یه خاطره بوده. درسته خیلی مشکل پیش اومد، ولی در نهایت ما با هم بودیم. این دوران فراموش نشدنی، همه چی خیلی خوب بود. اما وقتی همه چی تموم شد شبیه یه خاطره شد. من با نهاد مقایسش نمی کنم، ولی
ولی اون عالیه. شاید جدایی ما به نفع هر دومون بود. هر دختری تو اون سن ممکنه عاشق بشه. اون دوران برای من مثل یه جادو بود. مهند دیوانه وار عاشق بود. بهتره بریم پیش از با. یه حس متفاوتی بود. الان نگاه نکن که ازش ناراحتم، ولی اصلا به خاطر گذشتم پشیمون نیستم. به به، چه اعترافای جدیدی میشنوم. ویلکن بابا، تموم شده، تازه داره فراموش میشه. فکر نکنم فراموش کرده باشی. هنوز یه احساسی نسبت بهش داری؟ غیر ممکنه. اگه هنوز حسی نسبت به مهند داشتم ازدواج نمی کردم. خب چی بگم؟ این اولین باری بود که اینا رو میشنیدم. دلم لرزید. چرا؟ فکر میکنم این حس کوچیک ممکنه با یه اتفاق دوباره آتیش شعله ور بشه. معلومه چی داری میگی؟ این غیر ممکنه. بله غیر ممکنه، نبایدم ممکن بشه. تو الان ازدواج کردی و یه بچه هم داری، پس زندگی تو به خطر ننداز. تو چت شده؟ یه جوری حرف میزنی که انگار منو نمیشناسی. خواستم حواستو جمع کنی. خوب گوش کن سمر، من نهادو دوست دارم، باهاش ازدواج نکردم که بهش خیانت کنم. لطفاً دیگه اینجوری با من حرف نزن. بیا بریم اسبا رو ببینیم. Mm-hmm.